درود بر هموطنان پاخواستمون در رودسر، در فردیس کرج و در قرشک ورامین که تصاویر مربوط به قیام اونها رو در شب گذشته دیدیم. اما این روزها روزهای همدلی و همبستگیه. همه اقشار اجتماعی، همه مردم به جان آمده ایران ایستادن در کنار هم، دوشا دوش هم، و یک خواست دارن، اون هم سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه و آزادی میهن عزیزمون هست. هنرمندان هم در این شرایط، هنرمندان مردمی و آزادی خواه، با هنرشون، با پیام‌های همبستگیشون مثل همیشه در کنار مردم ایران هستند. خانم گیسو شاکری، هنرمند گرانقدر و شورشگر هموطنمون و هنرمند عزیز مقاومت ایران، ترانه زیبایی دارند به نام خیابان از آن ماست که بسیار گویا هست و وصف حال این روزهای میهن به پا خواسته ماست. با هم این ترانه زیبا و پرشور رو میشنویم. هم
سنگه رو اونجا مکان ما است. برد برد دیکتاتور. بله، حالا ببین که خیابان از آن ماست و الان جهانی به نظاره نشسته و میبینه به چشم که خیابانهای شعله‌ور ایران از آن مردم به پا خواسته ایران هست و واقعاً که وظیفه هنرمندان آزادیخواه هم در این شرایط بیان همین شور و حال و همراهی با هموطنان شورشگرمون هست. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی دیگر از هنرمندان ارزنده مقاومت ایران، آقای دکتر حمید رضا طاهرزاده، عضو شورای ملی مقاومت ایران، و میخواییم همراه با ایشون ببینیم و بشنویم آنچه که در ایران میگذره رو. سلام عرض بکنم آقای طاهرزاده، درود بر شما و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این روزهای بسیار سرنوشت ساز. من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین به مردم قهرمان و سرحشور و جوانان پرشور و به طور خاص کانون‌های شورشی که امروز واقعا این روزهای اخیر با قیام شکوهمند خودشون جانانه ایستادگی می‌کنند و کاخ ستم ولایت فقیه رو به لرزه درآوردند و جهانی رو به شگفتی و ستایش برانگیختند. بله، خیلی متشکریم آقای طاهرزاده. من الان هم اشاره کردم در مقدمه و پیش از اون به نقش هنرمندان در همراهی با این قیام با شکوه و عظیم. اگر ممکنه شما در رابطه با وظیفه هنرمندان، وظیفه عامشون و به طور خاص وظیفه هنرمند مردمی در این شرایط و در مواجهه با این قیام برامون توضیح بفرمایید. بله، شما در سوالتون به طور خیلی مشخصی پاسختون رو دادید. عرض کنم این برمیگرده به اینکه ما چه تعریفی از هنر داریم و آیا رسالتی برای هنرمند قائل هستیم یا نه. آیا مفهومی که خیلی ها از هنر دارند که صرفاً هنر برای هنر هست و یا هنر تجربه زیبایی شناختی انسان هست و یا اینکه بسیاری از نظریه پردازان دیگه نه، مثل لئو تولستوی، اون رو برای ارتقاء کمالات بشر و کسب فضیلت و معنویت و مقام والای انسانی و حضور او در جامعه و تغییر شرایط موجود. ببینید، هنرمند بنا به وظیفه‌ای که داره، از اونجایی که کارش کار خلاقیت هست و از جنس خداگونگی، بنابراین میبایستی که در امر دفاع از ارزش‌های انسانی، در امر حفظ و حراست مقام انسانی و جان، اتفاقا یکی از مهمترین چیزها اونجایی که دیگه پای انسان مطرح میشه، هنرمند یک وظیفه دوگانه ای داره. بایستی به طور مشخص نه فقط شرایط موجود رو تصویر بکنه، بلکه یک گام هم جلوتر از جامعه بتونه نیازهای اون جامعه رو و شرایط موجود رو منعکس بکنه و به جهانیان نشون بده در برانگیختن احساسات و عواطف مردمی و در دفاع مشخص از اونها. به هر حال رسالت بسیار سنگینی به دوششون هست در شرایط موجود. اگر الان ما برگردیم، خب ببینید، ما با یک حکومتی طرف هستیم که در واقع حکومتی است از ابتدای کار بناش رو بر چی گذاشته بود؟ بناش رو بر ضدیت با هنر و هنرمندان. کلن یک تعریفی که دقیقی که آقای رجوی کرده بودن از این رژیم، این رژیم رژیمی ضد بشر. وقتی که ضد بشر یعنی ضد همه ارزش‌های بشری از جمله هنر هست و ویران کننده هر سو نسب. پس بنابراین وظیفه هنرمند ایرانی اول از همه یک هنرمند ایرانی، یک انسان ایرانی. پس به عنوان یک انسان ایرانی موظفه که در کنار هموطنان خودش در این شرایط بسیار بغرنج و بسیار پیچیده ولی راهگشای تاریخی در کنار مردمش باشه و به اعتقاد من باید پیشتاز باشه. وقتی که میگیم پیشتاز یعنی در کنار نیروهای پیشتاز، در کنار کانونهای جنبشی شورشی و در کنار این مقاومت، مقاومتی که 40 سال داره رنج و عذاب میکشه و این رژیم رو تا به این نقطه رسونده. واقعا اگر یک بررسی دقیق بکنیم، چیزی که الان به وجود اومده حادثه فقط نتیجه یک اتفاق یک هفته گذشته نیست. این محصول کارکرد و
تلاش و رزم و رنج و اعدام و شکنجه و کشتار و آنچه که این مقاومت به پای این انقلاب فدا کرده، به پای مردم ایران و بهای سنگینی که پرداخته، همه اینها در این نقطه جمع شده. و پس بنابراین هنرمند ایرانی در چنین شرایطی باید بیاد به صحنه، همونطوری که وقتی که تاریخ رو ما بیاد بیاریم در جنگ‌های داخلی اسپانیا، خب در سال‌های 1930 دیدیم که چگونه وقتی که ملل متحد خودش رو کنار کشید، دولت‌ها گفتن ما دخالت نمی‌کنیم، مردم اسپانیا تنها مونده بودن، هنرمندان از سر تا سر دنیا، نویسندگان از آمریکا، از این طرف، از انگلیس، چه بسیار نویسندگان، نقاشان، موزیسین‌ها، خطاط‌ها، نمی‌دونم، همه قلم به دوش اومدن، سلاح برداشتن و در مقابل حکومت فاشیسم ایستادگی کردن. چه بسیار کشته شدن، از جمله اولین داوطلبی که کشته شد اتفاقا یک خانمی بود به اسم فیسیلیا براون، از انگلیس اومده بود که یک نقاش بود، یک هنرمند بود و در اونجا کشته شد. پس بنابراین الان ما شرایط تاریخی، به قول چیز، یک بار به قول اون سمفونی پنج بتوئن که تق 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 که سمفونی میگه که سرنوشت اومده، الان سرنوشت آمده است در خانه مردم ایران، در میزنه. پس بنابراین ما با استقبال کامل بایستی به نیروهای جنبشی، نیروهای شورش، نیروهای مقاومت در هر کجا هستن یاری برسونن. هنرمندان، دوستان و یاران عزیز، دیگه الان من فکر میکنم که زمان گذشته است برای اینکه ما بخوایم آگاهی سازی کنیم، آگاهی بخشی بکنیم، شرایط رو اینجوری برای شناخت بیشتر مردم، نه، مردم دیگه اینقدر آگاه و اینقدر انقلابی و این پیشتاز ما در جامعه ببینیم که به کجا رسیده است، که همگی از آن میکنن که در حال سقوطند. فرماندار اصفهان نمیدونم کجا بود گفته بود که ما اگر، نه رشت، گفته بود که ما اگر نیرو از جاهای دیگه نمی آوردیم قطعا استان گیلان سقوط میکرد. بله. بعد الان نیرو از اونجاها آوردن و الان دیگه نمیتونن که اون شهرهای دیگر رو کنترل کنن. بله، دقیقاً. شرایط خیلی حساسیه، هنرمندان رسالتی بسیار خطیری دارن. اگر این شرایط رو درست مثل لحظه‌ای که آنزیمی که میخواد بزنید و شما میخواد شیر به ماست تبدیل بشه، اگر درست سر موقع استفاده نکنید همش از بین میره. بشتابید، این لحظه تاریخی رو دریابید، کمک کنید به مردم ایران، کمک کنید به کانونهای شورشی، جوانان در خیابانها، زنان، مردان با تمام جسم و جان و روح و زندگیشون اومدن تو خیابون‌ها. اونا میدونن یا کشته میشن یا اگر اسیر بشن چه شرایط وحشتناکی رو با تحمل کنن. اعدام، شکنجه، همه چیز در انتظارشون هست، ولی علی‌رغم همه اینا همه رو به جان خریدن. پس وظیفه سنگینی به عهده هنرمند ایرانی است. درود بر شما آقای دکتر طاهرزاده. شما دهه هاست که هنرتون رو در واقع در خدمت این مقاومت و آزادی مردم قرار دادید. اون روزگاری که هیچ صدایی نبود و در اون سکوتستان و سردترین و تاریکترین شبها شما از بهار بزرگ خوندین و نوای دلنشین تارتون همواره به پا خواستن و امید و انگیزه برای تغییر رو مترنم کرده. و من برام قابل فهمه که شما با این پیشینه وقتی که این صحنه ها رو میبینید چه حسی دارین؟ چه شوقی در درونتون برانگیخته میشه؟ میخوام ببینم آیا امکانش هست که امروز یکی از قطعات زیباتون رو تقدیم کنید به همه این قیام آفرینان که در واقع همزمان بشه با آنچه که در میهنمون داره میگذره. خیلی متشکرم از لطفتون. راستش احساس قلبی من این است که اگر امکانش بود من الان میبایست در خیابانهای ایران بودم در کنار همیهنان عزیز. بود بر شما. ولی خب مشترک همه ماست. حالا بله، خواسته ما. حالا ما می‌خوایم همینطوری که شما گفتید، من یه قطعه ریال چقدر عالی که با همین تاری که در واقع اصلاح برنده‌ای بوده است علیه این نظام در 40 سال گذشته. درود بر شما. بله. Thank you.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر طاهرزاده عزیز، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از این هنرنمایی، این نوای دلنشین که همکارانم لطف کردن. این همون قطعه ابتدای اوورتور همون بهار بزرگ بود، چون در واقع این قیام دقیقاً اون بهار بزرگی است که سالها مردم ایران و مقاومت ایران برای تحققش جانفشانی کردند. بله، و همه این بهار بزرگ محقق خواهد. بله دقیقاً، در واقع مقدمه ای هست برای تحقق همون بهار بزرگ. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه همه کارزارها. متشکرم از خدا نگهدار شما، پاینده باشید، زنده باشید. بله بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای دکتر حمیدرضا طاهرزاده، هنرمند ارزنده مقاومت و عضو شورای ملی مقاومت ایران، و با هم شنیدیم قطعه بسیار زیبا و هنرنمایی ایشون رو که تقدیم کردن به همه قیام آفرینان.